بسم الله الرحمن الرحیم من امید زندی هستم دانشجوی دکترای مهندسی برق گرایش کنترل از دانشگاه علم و سنت ایران این افتخار رو پیدا کردم که با یکی دیگر از آموزش های فرادرس همراه شما باشم در این آموزش میخواهیم به مبانی مهندسی برق دو مرور و حل مسئله بپردازیم لازم به ذکر که پیش نیاز این آموزش درس مبانی مهندسی برق دو هست که قبلا در مجموعه فرادرس منتشر شده و بعد از مطالعه اون آموزش میتونید بیشترین بهرهوری رو از این آموزش داشته باشید ما در اینجا سعی میکنیم که سی درصد نکات اصلی رو مرور بکنیم و سپس به حل مسئله های متنوع خواهیم پرداخت آموزش رو در پنج تا فصل مختلف خدمت شما تقدیم میکنیم در فصل اول به مدارهای مغناطیسی و اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی میپردازیم. این فصل خیلی مهم هست و در حقیقت فصلهای بعدی کاربرد همین فصل اول هست. ماشینهای جریان مستقیم، ترانسفورماتورها، ماشینهای جریان متناوب آسنکرون و سنکرون همشون کاربرد مهم مدارهای مغناطیسی هست. بنابراین در فصل اول ما از طریق حل مسئله های مختلف نحوه تحلیل مدارهای مغناطیسی دی سی رو یاد میگیریم و آموزش میدیم که چگونه میتونیم یک سیگنال الکتریکی رو به مکانیکی و یا مکانیکی رو به الکتریکی تبدیل بکنیم. بعدش در فصل دوم به ماشین های جریان مستقیم یا دایرکت کارنت میپردازیم. جنراتور ها و موتور های دی سی رو در این فصل به صورت کامل مورد بررسی قرار میدیم. انواع ماشین های دی سی مثل تحریک مستقل، تحریک شند، سری و کمپوند رو با حل مساله های مختلف بررسی خواهیم کرد. اما یکی دیگر از مدارهای مغناطیسی خیلی مهم ترانسفورماتور ها هست که برای تغییر سطح ولتاژ و جریان استفاده میشه. مثلا در نیروگاه ها ممکنه که برق یک کیلو ولت تولید بشه اما برای اینکه این برق رو بتونیم با بازه زیادی به منازل مسکونی و مصرف کننده های تجاری منتقل بکنیم با باید سطح ولتاژ رو خیلی بالا ببریم مثلا یک کیلو ولت رو تبدیل به 100 کیلو ولت می کنیم و در اینجا المان اساسی ترانسفورماتورها ها هست و ما در فصل سوم به ساختار ترانسفورماتورها ها می پرلازیم. یکی دیگر از مدارات مغناطیسی خیلی مهم ماشین های جریان متناوب آسانکرون هست. در فصل دوم ماشین های جریان مستقیم یا در واقع ماشین های دی سی رو بررسی می کنیم، اما در دو فصل آخر ماشین های ای سی یا ماشین های القایی رو بررسی می کنیم. در فصل چهارم ماشین آسنکرون یا غیر همزمان بررسی میشه که در اون سرعت چرخش روتور نمیتواند به سرعت سنکرون میدان مغناطیسی دوار برسد اما در فصل آخر به ماشین های سنکرون یا همزمان میپردازیم که سرعت میدان دوار و سرعت چرخش روتور با هم برابر هستند پس ما در فصل اول به مدارهای مغناطیسی و اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی خواهیم پرداخت. ابتدا به تعریف پایه میپردازیم. ما از فیزیک میدونیم که اگر یک هادی داشته باشیم و در داخل این هادی جریان الکتریکی برقرار باشه در این صورت در اطراف اون هادی میدان الکترومغناطیسی شکل میگیرد. حال برای اینکه این میدان الکترومغناطیسی رو تحلیل بکنیم به نفعی میاییم با استفاده از خطوط میدان الکترومغناطیسی اون رو توصیف می کنیم. مثلا در یک نقطه اگر میدان قوی هست از خطوط بیشتر و اگر میدان ضعیف هست از تراکم کمتر استفاده می کنیم. حال اگر یک سطح رو مثلا به این شکل در نظر بگیریم به تعداد این خطوط میدان مغناطیسی که از این سطح میگذرد، شار مغناطیسی یا فلاکس می گیم. و واحد اون هم وبر و یا ولت ثانیه هست. ولت زبدر ثانیه واحد شار مغناطیسی هست که اون رو به اختصار با وبر میشناسیم. وبر واحد شار مغناطیسی هست اما باید توجه کرد که وبر یک واحد فوق بزرگ هست و در عمل از واحد های کوچکتری به نام ماکسول استفاده می به صورتی که یک وبر یا یک ولت ثانیه معادل 10 به توان 8 ماکسول هست در واقع زمانی که از این سطح ده به توان هشت رو از این خطوط عبور بکند میگیم که شار عبوری برابر با یک وبر هست پس ما با ساده از این رابطه میتونیم به راحتی مثلا شارهای بر مبنای وبر رو به ماکسول و یا ماکسول رو به وبر تبدیل بکنیم در این درس ما شار مغناطیسی رو با حرف فی نشون میدهیم مثلا فرض بکنید که فی برابر باشه با 23 صد هزارم وبر ما میتونیم این رو به راحتی طبق این رابطه به ماکسول هم تبدیل بکنیم کافیه که اون رو در ده به تانه هشت ضرب بکنیم 23 صد معادل 23 ضرب در ده به تانه منهای پنج هست حال اون رو در ده به تانه هشت ضرب بکنیم میشه 23 ضرب در ده به تانه و یا 23 هزار ماکسویل و یا بیاییم حالت بنکس رو در نظر بگیریم فرض بکنید که یک شار مغناطیسی برابر با یک میلیون و دویست هزار ماکسول هست ماکسول رو به اختصار به این صورت من نشون میدم خب یک میلیون و دویست در واقع به صورت نماد علمی میشه یک ممیز دو دهم ده در ده پتان شیش حال برای تبدیل ماکسول به وبر اون رو در ده پتان منهای هشت یا معکوس ده پتان هشت ضرب می کنیم که در این صورت ده پتان شیش ضرب در ده پتان منهای هشت معادل هست با ده پتان منهای دو یا یک یکصدم هم در یک و دو ضرب بشه دوازده هزارم به دست می آید. بنابراین شار یک میلیون و دویست هزار مکسویل معادل دوازده هزاروم وبر هست و یا حتی ما میتونیم از یک سری پیشوند هم استفاده بکنیم دوازده هزاروم رو ما به صورت دوازده میلی وبر میتونیم بنویسیم. اما تعریف مهم بعدی چگالی شار مغناطیسی و یا چگالی فلوی مغناطیسی هست. شار مغناطیسی در واحد سطح رو ما میگیم چگالی شار مغناطیسی و در این درس اون رو با حرف B نشون میدیم. واحد اون هم تسلا یا وبر بر متر مربع هست. طبیعتا شار رو بر صد تقسیم بکنیم واحد اون میشه وبر بر متر مربع. واحد شار وبر هست. واحد صد هم متر مربع هست. بنابراین واحد چگالی شار مغناطیسی یا B میشه وبر بر متر مربع که ما در واقع اون رو به اختصار با همون تسلا میشناسیم. باز هم مثل وبر یک تسلا هم واحد فوقلاد بزرگی هست و در عمل از واحد کوچکتری به نام گاوس استفاده میکنیم. به صورتی که یک تسلا و یا یک وبر بر متر مربع معادل ده به توان چهار گاوس هست. بنابراین اگر ما بی رو برابر با یک هزارم تسلا داشته باشیم برای تبدیل اون به گاز کافیه که اون رو در ده پتان چهار یا ده هزار ضرب بکنیم. ده هزار زبدر در یک هزارم معادل ده هست. بنابراین چگالی اشار مغناطیسی برابر با 10 گاز هست. و برای تبدیل بی بر حسب گاوس به تسلا هم کافیه که اون رو بر ده پتان چهار تقسیم بکنیم و یا اون رو در ده من منهای چهار ضرب بکنیم. در عمل میدان های مغناطیسی B کاملا در فضای سبودی پخش می شوند. بنابراین اگر ما بخواهیم تعداد خطوط میدان مغناطیسی رو که از یک سطح عبور می کنند رو محاسبه بکنیم باید بیایم از روابط انتگرالی استفاده بکنیم. مثلا فرض بکنید که این خطوط میدان مغناطیسی هست و ما یک سطح دلخواه در فضای سبودی به این صورت داریم. در این صورت برای محاسبه تعداد خطوطی که از این سطح عبور می کند یا در واقع برای محاسبه شار مغناطیسی عبوری از سطح ما از این رابطه انتگرالی استفاده می کنیم. فی برابر میشه با انتگرال سطح بی دات دی ای بر روی اس. این در واقع علامت ها در اینجا نشون میده که بی و دی ای رو ما به صورت برداری در نظر می گیریم. و این دات هم در اینجا ضرب داخلی هست. در واقع این میشه انتگرال سطح نوع دوم که در فصول آخر درس ریاضیت عمومی دو به محاسبه این انتگرال ها پرداخته میشه اما در این درس برای اینکه خیلی درگیر محاسبات انتگرال سطح نشیم ما فرض میکنیم که میدان مغناطیسی یک نواخت باشه یعنی B به X Y و Z به مختصات وابسته نباشه و همواره برابر با یک مقدار ثابت باشه و زاویه ثابتی هم با سطح داشته باشه. مثلا بدین شکل خطوط میدان مغناطیسی در همه جا دارای اندازه یکسان هست و این سطحی هم که در اینجا داریم در همه نقاط زاویه بین B بی و خطی که بر این سطح عمود میشه برابر با تتا هست. در این حالت ما خیلی راحت میتونیم اون انتگرال رو محاسبه بکنیم. فی برابر میشه با B A کسینوس تتا. B دیگه در اینجا اندازه میدان مغناطیسی هست. A هم مساحت همین سطح رو نشون میده و تتا هم زاویه بین میدان مغناطیسی و بردار عمود بر سطح رو نشون میده در واقع این نورمال تو a در اینجا منظور برداری هست که عمود بر سطح در اینجا رسم میشه حال تتا میشه زاویه بین این بردار و بردار میدان مغناطیسی در خیلی از مواقع هم تتا برابر با صفر هست یعنی در واقع میدان مغناطیسی دقیقا به این صورت بر سطح عمود هست در این صورت تتا برابر با صفر هست و کسینوس تتا هم میشه یک بنابراین فی برابر میشه با بی زب در ای در حقیقت ما در فصله بعد هم با این رابطه سر و کار داریم مثلا در ترانسفورماتورها ها در ماشین های ای سی و DC در همشون با این روابط سر و کار داریم و در طراحی سخت افزاری اون ماشین ها ما خودمون کاری میکنیم که میدان مغناطیسی همواره عمود بر سطح باشه و زاویه هم برابر با صفر باشه بنابراین تحلیل خودمون رو خیلی راحتتر میکنیم با یک طراحی سخت افزاری درست و اصولی کاری میکنیم که تحلیل ریاضی هم خیلی ساده باشه اما اگر ما یک سطح دلخواه داشته باشیم و میدان مغناطیسی هم متغیر با مکان باشه تحلیل ریاضی رو هم پیچیده‌تر میکند بنابراین ما در عمل میتونیم کاری بکنیم که B یک نواخت باشه و در همه نقاط هم بر سطح عمود باشه. در این صورت شار میشه B ضرب در A. حاصل ضرب چگالی شار مغناطیسی بر حسب تسلا ضرب در بر حسب متر مربع. و گاهی این رابطه رو به صورت برعکس می نیسیم. یعنی در واقع B رو محاسبه می کنیم. B برابر میشه با فی تقسیم بر A. شاری که از یک سطح عبور می کند رو بر مساحت اون تقسیم بکنیم چگالی شار به دست میاد. برای مثال فرض بکنید که در همین جا شار رو ما برابر با 15 ده هزارم وبر محاسبه کرده باشیم و مساحت هم برابر با سی سانتی متر مربع باشه و میتونیم به راحتی چگالی شار مغناطیسی رو محاسبه بکنیم فی تقسیم برای ای فی میشه هزارم و یا 15 ضرب در 10 به توان منهای چهار. سی سانتی متر مربع هم باید با واحد متر مربع نوشته بشه که این سانتی رو در واقع ما به توان 2 برسونیم میشه 10 به توان منهای چهار. در نتیجه 10 به توان منهای 4 ها هست میشه 15 تقسیم بر سی هم برابر با نیم به دست میاد بنابراین چگالی شار مغناطیسی برابر با نیم تسلا هست. و یا در یک حالت دیگه فرض بکنید که اندازه میدان مغناطیسی برابر با 9 دهم تسلا باشه سطح مقطع رو 81 میلیمتر مربع در نظر میگیریم و فرض بکنید که تتا هم برابر با 60 درجه باشه یعنی زاویه راستای B با خط عمود بر سطح برابر با 60 درجه هست و میخواهیم شار رو محاسبه بکنیم. فی برابر میشه با بی برابر با نه دهم ده هست. واحد اون همون تسلا هست. اگر در اینجا واحد مثلا گاوس بود باید اون رو بر ده پتان چهار هم تقسیم میکردیم تا واحد تسلا بشه. زب داره سطح مقطع 81 میلی متر مربع هست که این میلی میشه ده پتان منهای سه. که در اینجا بهتان دو هم رسیده میشه ده پتان منهای شیش و کسیوس تتا همیشه کسینوس 60 که معادل هست با نیم 9 ضبطره 81 ضب داره نیم برابر هست با 36 مومایز چه و500 ضب داره دهبتتان من های 6 وبر حال مثلا میتونیم اون رو بر حسب ماکسول هم بنویسیم یا خطوط میدان مغناطیسی این عبارت رو در ده به تان هشت ضرب می کنیم. ده به تان هشت ضرب در ده به منهای شیش میشه ده به دو. بنابراین این ممیز رو در اینجا میتونیم حذف بکنیم کنیم و شار میشه سه هزار و, شیستد و چهل و پنج مکسویل. تعریف مهم بعدی نیروی محرکه مغناطیسی هست یا MMF مگنتیک موتی فورس در مدارهای الکتریکی که در آموزش مبانی مهندسی برقی یک و یا آموزش مدارهای الکتریکی یک و دو با اون آشنا شدیم ایم برای اینکه الکترون ها رو به حرکت در بیاریم از نیروی محرکی الکتریکی یا EMF استفاده می کردیم مثلا با استفاده از یک باتری و یا با استفاده از یک منبع متغیر به شکل سینوسی کاری میکردیم که الکترون ها در مدارات حرکت بکنند اما پارامتر متناظر با حرکت الکترون ها در مدارهای الکتریکی در مدارات مغناطیسی همون شار مغناطیسی یا فی هست و برای ایجاد شار مغناطیسی ما از نیروی محرکه مغناطیسی یا MMF استفاده می کنیم. و واحد اون هم آمپر دور هست. اون رو ما به این صورت نشون میدیم. ای برای آمپر هست و تی هم برای ترن یا حلقه هست. با نمادهای مختلفی MMF رو نشون میدیم. تتا فم, اف و برابر هست با N زب در آی. بنابراین نیروی محرک مغناطیسی متناسب با تعداد دورها یا N و دامنه جریان الکتریکی یا آی هست. ما این اف و اف رو بیشتر برای منابع مستقل به کار میبریم. در مدارات مغناطیسی هم هم ما از یک منبع DC استفاده می کنیم تا این منبع DC سی یک سیمپیچ رو تغذیه بکند. نیروی محرکه مغناطیسی ناشی از این منبع مستقل رو با FM و یا F نشون می دهیم. اما برای نیروی محرکه مغناطیسی سایر علمان ها مثل سایر هسته ها و فاصل هوایی که در مدار وجود دارد از این تتا استفاده می کنیم. همطور که می دونید در مدارهای الکتریکی ما ولتاژ الکتریکی داریم اما این ولتاژ الکتریکی هم می تواند ولتاژ یک منبع مستقل باشه و هم ولتاژ یک مقاومت و یا ولتاژ یک خازن به صورت مشابه در مدارات مغناطیسی هم ما نیرو محرکه مغناطیسی رو هم برای منابع مستقل تعریف می کنیم هم برای بخش مختلف مدار مغناطیسی مثل فاصل هوایی و یا هسته ها که ما نیروی محرکه مغناطیسی برای منابع مستقل رو با اف ام و یا اف نشون می دهیم ولی برای سایر المان ها مثل هسته ها و یا فواصل هوایی از این تتا استفاده می کنیم. در هر حال ام ام برای یک منبع مستقل برابر هست با ان زبدر آی که ان تعداد این حلقه ها هست و آی هم جریانی هست که وارد این حلقه ها خواهد شد. بنابراین اگر مثلا ما بخواهیم شار مغناطیسی رو افزایش بدهیم باید بیایم MMF رو افزایش بدیم که چون MMF برابر هست با N زبدر I برای افزایش MMF دو تا راه داریم یکی افزایش N هست و یکی افزایش I هست در یک حالت مثلا در اینجا ما میتونیم این منبع VDC رو زیاد بکنیم تا جریان I هم زیاد بشه و یک حالت دیگه هم اینه که به این منبع دست نزنیم و تعداد حلقه های این سیمپیچی رو زیاد بکنیم. تعریف بعدی شدت میدان مغناطیسی هست که اون رو با H نشون میدیم. به نیروی محرکه مغناطیسی در واحد طول شدت میدان مغناطیسی میگیم و واحد اون هم طبق همین تعریفی که اینجا مشخصه دور بر متر هست چون واحد طول متر هست و گفتیم که واحد نیرو محرکه مغناطیسی هم آمپر دور هست بنابراین واحد H میشه آمپر دور بر متر که یک واحد معادل اون هم نیوتون بر وبر هست بنابراین شدت میدان مغناطیسی رو میتونیم هم با واحد نیوتون بر وبر و یا آمپر دور بر متر نشون بدهیم و از نظر عددی در واقع شدت میدان مغناطیسی در هر نقطه معادل با نیرویی هست که از طرف قطب شمال فورانی معادل یک وبر ایجاد می کند. این تعریف دقیقا بر اساس همین واحد یک نیوتون بر وبر هست. اگر فرض بکنیم که شار مغناطیسی برابر با یک وبر باشه، در این صورت از نظر عددی H با N یا نیرو با واحد نیوتون برابر میشه. حال برای محاسبه H از قانون معروفی به نام آمپر استفاده میکنیم که در فیزیک دو هم با اون آشنا شدیم. طبق این قانون انتگرال خط شدت میدان مغناطیسی در یک مسیر بسته برابر با MMF اون مسیر هست. مثلا فرض بکنید که یک میدان مغناطیسی دلخواه رو داریم و در داخل این میدان مغناطیسی یک مسیر بسته دلخواه سی رو در نظر میگیریم. در این صورت طبق قانون آمپر انتگرال H دات DL که میشه انتگرال خط میدان H بر روی این مسیر بسته C میشه N ضرب در I N تعداد حلقه ها در C هست و I هم جریانی هست که از داخل حلقه عبور پیدا می کند. در ریاضیت عمومی دو هم با نحوه محاسبه این انتگرال های خط آشنا شده ایم و برای اطلاعات بیشتر میتونید به اون آموزش ها مراجعه بکنید اما در این درس فرض می کنیم که H و L با هم همراستا باشند و یا حداقل یک زاویه ثابتی با هم داشته باشند. در این صورت خیلی راحت میتونیم این انتگرال رو ساده بکنیم. اگر فرض بکنیم که H یک نواخت باشه یعنی H در همه مکانها یک مقدار ثابتی باشه میتونیم این H رو بیاریم بیرون. بنابراین اندازه H رو با همون H نشون میدهیم زبدر در انتگرال دی L. که انتگرال دی ال روی مسیر بسته C دقیقا بیانگر طول اون مسیر هست که طول مسیر رو ما با ال سی نشون میدیم بنابراین این رابطه سمت چپ معادل هست با اندازه شدت میدان مغناطیسی ضرب در طول مسیر و از این رابطه ما بیشتر برای محاسبه خود H استفاده می کنیم. H LC برابر میشه با آی و طرف این رو بر LC تقسیم بکنیم شدت میدان مغناطیسی میشه NI آی تقسیم بر LC این LC طول متوسط مسیر هست اگر ما یک هسته چنبره ای رو در نظر بگیریم که از بالا به اون نگاه بکنیم هسته به این صورت هست خب حال ما مثلا یه بار میتونیم این مسیر رو انتخاب بکنیم و در یک حالت دیگه میتونیم این مسیر رو انتخاب بکنیم که طبیعتا طول مسیر بزرگتر هست. پس جایگذاری رو در اینجا انجام بدهیم این نشون میده که H بر روی مسیر سبز با H بر روی مسیر قرمز متفاوت هست. بنابراین قطعا H در نقاط مختلف داخل این هسته داره دامنه های مختلفی هست. ولی از این به بعد برای اینکه خیلی درگیر پیچیدگی نشیم ما LSC رو طول متوسط مسیر در نظر میگیریم و در نتیجه این H هم در واقع یک مقدار متوسط به دست می آید. در شعاهای مختلف در داخل این هسته H یک مقدار متفاوتی رو خواهد داشت. یعنی در اصل اگر ما بیاییم شعای این مسیر رو برابر با مقدار R در نظر بگیریم H برابر میشه با N, تقسیم برای طول مسیر میشه محیط دایره که میشه دو پی آر بنابراین اچ متناسب با معکوس آر هست پس در شاه های مختلف اچ داره یه دامنه مختلفی هست ولی توجه بکنید که اگر آر رو ثابت در نظر بگیریم بر روی تک تک نقاطی که بر روی این دایره قرار دارد اچ ثابت هست پس این رابطه که در اینجا نوشتیم همچنان برقرار هست اچ در همه المان های ثابت ال هست بنابراین H رو میتونیم بیاریم بیرون و این رابطه برقرار هست، فقط زمانی اچ تغییر می کند که از یک دایره به یک دایره دیگه یا از یک مسیر به یک مسیر دیگه بریم و در درس مبانی مهندسی برق دو برای اینکه اچ خیلی پیچیده نشه ما میایم اچ متوسط رو در نظر می گیریم بنابراین این ال طول متوسط مسیر هست در اینجا کوتاهترین مسیری که داریم این دایره مشکی داخلی هست طولانیترین ترین مسیر هم دایره مشکی بیرونی هست. طول این دوتا رو حساب می کنیم بر دو تقسیم می کنیم و السی رو بر مبنای اون محاسبه می کنیم. بنابراین اچی هم که در اینجا به دست می آید اچ متوسط هست. بیایم یک مثال ساده رو حل بکنیم. کنیم. روی هسته ای با طول 12 سانتیمتر 600 دور سیم حامل جریان 14 همه آمپر قرار گرفته. می خواهیم شدت میدان مغناطیسی رو محاسبه بکنیم. خب ابتدا نیرو محرکه رو محاسبه می کنیم. Fm برابر هست با N آی که 600 تا حلقه داریم. جریان هم 14 هم هست. یک صفر از اینجا هست می این ممیز رو هم هست می کنیم. 60 ضرب در 4 می 240 آمپر دور. حال طبق رابطه اسلاید قبل H برابر میشه با NI یا همون FM تقسیم بر طول متوسط مسیر 240 تقسیم بر 12 سانتی متر هم میشه 12 ضرب در 10 بتانه منهای دو که 240 تقسیم بر 12 معادل 20 هست 20 تقسیم بر 10 بتانه منهای 2 همیشه هم 2000 بنابراین اچ میشه 2000 آمپر دور بر متر بریم به مثال بعدی یک سیم پیچ ای دقیقا مثل این شکل به قطرهای داخلی و خارجی 20 و 40 سانتی متر دارای شدت میدان مغناطیسی 200 آمپر دور بر متر هست. نیرو محرکه مغناطیسی رو میخوایم محاسبه بکنیم و سپس اگر تعداد حلقهها 100 دور باشه میخوایم جریان رو هم محاسبه بکنیم. پس در واقع این فاصله میشه شعاع داخلی اون رو با R1 نشون میدهم برابر هست با 20 سانتی متر و این فاصله هم میشه شوهای خارجی که چهل سانتی متر هست بنابراین اگر R average یا میانگین رو محاسبه بکنیم میشه میانگین R1 و R2 R1 به علاوه R2 تقسیم بر 2 20 به علاوه 40 میشه 60 تقسیم بر 2 میشه 30 سانتی متر بنابراین ما یک مسیر میانگین رو در مرکز به نیست رو در نظر میگیریم و h رو در اینجا محاسبه می کنیم. در اینجا گفته شده که h برابر هست با دیویست که خود h میشه نیروی محرکه مغناطیسی تقسیم بر طول مسیر که طول مسیر رو در اینجا میتونیم محیط این دایره در نظر بگیریم. میشه دو پی زبدره شا برابر هست با 3 سانتی متر و یا سه دهم. ده بنابراین f برابر میشه با 200 ضرب در 3 میشه 60 60 ضرب در 2 pi هم میشه 120 pi بنابراین f m میشه 120 pi آمپر دور این خودش در واقع معادل هست با n ضرب در i که n رو در اینجا برابر با 100 به ما داده و از اون استفاده می‌کنیم تا جریان رو به دست بیاریم این رو صد میذاریم پس 120 پی تقسیم بره صد بشه میشه یک و دو دهم پی آمپر بنابراین ما باید جریان یک و دو دهم پی آمپر رو از این سر سیم پیچ وارد بکنیم و همینطور تعداد دورها هم باید برابر با صد باشه تا اینکه شدت میدان مغناطیسی متوسط در داخل این هسته چنبره برابر با 200 آمپر دور بر متر باشه. تعریف مهم بعدی ضریب نفوذ مغناطیسی هست که اون رو با میو نشون میدیم. نسبت چگالی شار مغناطیسی به شدت میدان مغناطیسی و واحد اون هم وبر بر آمپر دور متر هست و یا واحد دیگه اون هانری بر متر هست. هانری واحد اندوکتانس هست و میو برابر میشه با بی تقسیم بر اچ اگر فرض بکنیم که در داخل سیم پیچ هسته ای قرار نگرفته باشد و داخل اون هوا و یا خلا باشه بی تقسیم بر اچ یک مقدار ثابت هست چهار پی زب در ده من منهای هفت وبر بر آمپردور متر که ما اون رو با میو سفر نشون میدهیم پس میو سفر میشه ذریب نفوذ مغناطیسی و یا ذریب گذردهی مغناطیسی هوا و یا خلا و برای سایر مواد ذریب مغناطیسی رو نسبت به هوا و یا خلا میسنجیم به می دلیل ذریب نفوذ مغناطیسی نسبی یا میو آر تعریف میشه میو برابر میشه با میو آر ضرب در میو صفر و یا میو آر برابر هست با میو تقسیم بر میو صفر در واقع میو آر نشون میده که مثلا یک هسته فرومغناطیس نسبت به خلاء چقدر قدرت مغناطیسی بیشتری داره دو تا نکته مهم رو هم در نظر بگیرید اولین نکته این که میو ثابت نیست برای هوا و یا خلا میو ثابت هست و میشه چهار پی زب در ده بتان منهای هفت اما برای سایر هسته های مغناطیسی میو متغیر با بی و اچ هست یعنی اگر B و H رو تغییر بدهیم در این صورت میو هم تغییر پیدا می کند و به طبع اون میو آر هم متغیر هست. در حالت کلی هم میو و هم میو آر وابسته به B و H هستند که بعدا نکات بیشتری رو بیان می کنیم. و همچنین چون میو آر نسبت دو تا ذریب نفوذ مغناطیسی هست طبیعتا واحدی ندارد. ما بر اساس این میو آر میتونیم مواد مختلف رو از نظر هدایت خطوط میدان مغناطیسی دسته بندی بکنیم. یک دسته مواد فرو مغناطیس هست. مانند فولاد. این در واقع مواد خیلی راحت خطوط میدان مغناطیسی رو از خودشون عبور میدهند و میو آر برای اونها فوقلاده بزرگ هست. خیلی بزرگ هست. ممکنه که میو آر برابر با ده هزار باشه یعنی قدرت میدان مغناطیسی یک فولاد نسبت به هوا ده هزار برابر بزرگتر هست اما دو دسته دیگه از مواد مغناطیسی پارامغناطیسی و دایا مغناطیسی هست در مواد پارامغناطیسی میو آر یک مقدار از یک بزرگتر هست توجه بکنید که میو آر برای خود هوا یا خلا طبیعتا دقیقا برابر با یک به دست می حال برای ماد پارامغناطیسی میار یک مقدار بزرگتر از یک هست. مثلا اکسیژن رو در نظر بگیریم میو آر اون برابر هست با یک ب علاوه سه ضرب در ده به تانه منهای هفت. میو یک مقدار فوق العاده کوچیکی از یک بزرگتر هست. اما در مواد دایامغناطیس میوار یک مقدار کوچکتر از یک هست. مثلا آب رو در نظر بگیریم آب یک دایامغناطیس هست. میوار اون تقریبا برابر با نه دهم ده هست. یا دقیقتر بگیم سف هشتاد و که با یک رقمون رو گرد بکنیم تقریبا میشه نه دهم. ده در ساخت ماشین های الکتریکی ما بیشتر از مواد فرومغناطیس استفاده می کنیم. مثلا در ساخت هسته ماشین های دی سی و همینطور ای سی در ساخت ترانسفورماتورها ها از فولاد نرم استفاده می کنیم که می و آر اون بزرگ هست. و این باعث میشه که شار مغناطیسی خیلی راحت در داخل این هسته ها عبور پیدا بکند. بیایم یک مثال حل بکنیم. از یک سیمپیچ با طول متوسط نیم متر و شامل هزار حلقه مسی و با ضریب نفوذ مغناطیسی 150 میکرو وبر بر آمپر دور متر چند آمپر جریان الکتریکی رو باید عبور بدهیم تا چگالی شار مغناطیسی معادل با 75 صدم تسلا بشه خب میدونیم که میو برابر هست با B تقسیم بر H چون B رو در اینجا داریم و همینطور میو رو داریم میتونیم تبدیل رو به راحتی برای H انجام بدیم H برابر میشه با B تقسیم بر میو B برابر هست با 75 صدوم میو همیشه 150 میکرو و یا 150 زب در 10 به تاان منهای 6 75 تقسیم بر 15 برابر با پنج میشه و دو تا ممیز در اینجا داریم پس میشه ده به تاان منهای دو یک ده هم در اینجا داریم زب در 10 به تاان منهای 6 میشه ده به تاان منهای 5 بیاد به صورت و در این یک صدوم هم بشه میشه ده به توان سه پس کل اچ میشه پنج هزار آمپل دور بر متر حال طول متوسط رو داریم طبق قانون آمپر اچ برابر هست با ان آی تقسیم بر طول متوسط و میخواهیم آی رو محاسبه بکنیم پس آی میشه اچ زبدره در ال سی تقسیم بر ان پنج هزار زب داره طول متوسط نیم متر هست تعداد دور هم برابر با هزار هست این ستا صفر رو با این ستا در مخرج هست می کنیم پنج زبدری نیم هم برابر با دو نیم میشه بنابراین جریان سیم پیچ باید دو نیم آمپر باشه تا چگالی شار مغناطیسی هفتاد و پنج صدم تسلا باشه یک مثال دیگر رو هم حل می کنیم شدت میدان مغناطیسی در یک سیم پیچ 700 آمپر دور بر متر هست. اگر ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی هسته آن صد باشه چگالی شال در داخل سیمپیچ چند گاوس هست. ما اچ رو داریم که برابر هست با 700 آمپر دور بر متر و میو آر هم برابر هست با 100. بنابراین میو رو میتونیم به دست بیاریم که میشه میو سفر زب در میو میو گفتیم که نفوس پذیری و یا هوا هست و همیشه برابر هست با چهار پی زب در ده بتان منهای هفت میو آر هم صد و یا ده بتان دو هست بنابراین میو میشه چهار پی زب در ده بتان منهای پنج حال بی برابر هست با میو زب در اچ 700 در چهار پی زب در ده منهای پنج که هفت زب داره چار پی میشه بیست و هشت پی زب در اینجا صد داریم زب داره ده پتان منهای پنج میشه ده پتان منهای سه پس بی میشه بیست و هشت پی داره ده پتان منهای سه تسلا اما گفته شده که بر حسب گاوس بی رو به دست بیاریم کافیه که این عبارت رو در ده پتان چهار ضرب بکنیم 28 پی زب در ده به منهای سه زب در ده بتانه چهار میشه 280 P گاوس تعریف مهم بعدی مقاومت مغناطیسی یا رلوکتانس هست مقاومت مغناطیسی مشابه با مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی هست در مدارهای الکتریکی ما یک مقاومت رو به این صورت نشون میدادیم که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خودش مقامت نشون میداد و میزان مقامت رو با پارامتر R مشخص می کردیم. به صورت مشابه در مدارات مغناطیسی ما مقامت مغناطیسی یا رلوکتانس رو تعریف می کنیم که میزان مقامتی هست که یک ماده در مقابل عبور خطوط میدان مغناطیسی از خودش نشون میده و واحد اون هم آمپلدور بر وبر هست. بدین صورت رو تعریف می کنیم ای میشه ال سی تقسیم بر میو ای این رابطه مشابه با رابطه R برای یک مقاومت استوانه ای هست که R برابر میشد با رو L تقسیم بر ای این برای مقاومت استوانه ای هست که طول اون برابر با L هست این سطح مقطع برابر با ای هست و مقاومت ویژه این ماده هم برابر با رو هست به صورت مشابه اگر یک سیمپیچ رو به این شکل داشته باشیم طول اون برابر با LC باشه و این سطح مقطع هم برابر با A باشه و ضریب نفوذ مغناطیسی این هسته هم برابر با میو باشه آر یا مقامت مغناطیسی میشه ال تقسیم بر میو ای ال طول متوسط مسیر هست یا در واقع مسیری که شار مغناطیسی در داخل هسته عبور پیدا می کند میو ضریب نفوذ مغناطیسی هست و ای هم سطح مقطع عبور شار مغناطیسی هست این هسته در اینجا فولادی هست و گفتیم که میو آر برای اون فوق بزرگ هست بنابراین ما اگر یک جریانی رو از اینجا وارد این سیم پیچ بکنیم شار مغناطیسی که شکل می گیرد کلن، از داخل این هسته عبور پیدا می کند بنابراین ای میشه دقیقا سطح مقطع این هسته فولادی که هسته ها رو اغلب ما به صورت حسوانهای در نظر می گیریم و یا ممکنه که مکعب مستطیل باشه و به راحتی میتونیم A رو به دست بیاریم بنابراین طبق این رابطه می بینیم که اگر میو بزرگ باشه RM کم میشه وقتی که RM کم شد یعنی مقاومت در مقابل عبور میدان مغناطیسی کم میشه بنابراین شار بیشتری از داخل اون هسته میتواند عبور پیدا بکند اما اگر میو کوچک باشه مثلا آب رو در نظر بگیریم که میو کوچکتر از میو مربوط به خلاو یا هوا هست آر ام خیلی بزرگ به دست می آید یعنی خطوط میدان مغناطیسی خیلی سخت از داخل آب عبور پیدا می کنند همچنین آر ام متناسب با ال سی هست هرچه طول این هسته بزرگتر باشه مقامت بیشتر میشه و آر ام متناسب با معکوس A هست یعنی اگر سطح مقطع رو ما زیادتر بکنیم مقامت مغناطیسی کم میشه این هم طبیعی هست مثلا اگر ما سطح مقطع رو به این صورت در نظر بگیریم یک مساحت مشخصی رو برای عبور خطوط میدان مغناطیسی داریم که حال اگر سطح مقطع رو به این صورت بزرگ بکنیم یعنی جا رو باستر کرده ایم که خطوط بیشتری عبور پیدا بکنه بنابراین مقامت مغناطیسی کمتر میشه این فرمول خیلی مهمی هست و نکته دیگه اینه که به RM نگاه بکنیم دیگه به این جریان آی و یا تعداد دورها وابسته نیست همانطور که در یک مقامت الکتریکی هم R وابسته به ولتاژ V و وی یا آی نبود فقط به مشخصات فیزیکی وابسته هست مقامت مغناطیسی هم باسم به مشخصات فیزیکی یعنی سی میو و A وابسته هست و به جریان سیمپیچ و تعداد حلقه ها وابستگی نداره.